با نام خداوند بخشاینده و مهربان و با تقدیم سلام به یکی دیگر از ویدیوهای کانال جنرال انفو خوش آمدید. آرزومندیم تا پایان ویدیو ما را همراهی نموده و برای حمایت از ما این کانال را نیز سابسکرایب نمایید. عطا محمد نور، یاد آن یار سفر کرده ما باد بخیر. یک سال از شهادت جنرال عبدالرازق گذشت و هنوز باورش سخت است که او در میان ما نیست. جنرال رازق نه تنها یک فرمانده عیار که یک انسان وطن دوست، مردم دار و متواضع بود که عمرش را در خدمت کشور و مردمش صرف کرد، چون که استوار در برابر دشمنان این سرزمین استاد و هرگز دست از مقاومت و استادگی بر نداشت. نخستین سالگرد شهادت دوست عزیزم جنرال عبدالرازق شهید را به خانواده گرامیش، مردم سربلند قندهار و کافه مردم افغانستان تسلیت گفته، روانش را شاد و نامش را جاوید می خواهم. جنرال عبدالرازق کی بود؟ جنرال عبدالرازق در سال 1358 هجری خورشیدی در اورسواری مرزه اسپین بولدک به جهان آمد. از او 3 همسر، 5 دختر و 7 پسر به جا مانده است. جنرال عبدالرازق فرمانده پلیس کندهار و از چهره های پرنفوذ و پرآوازه در جنوب کشور، روز پنجشنبه همراه با رئیس امنیت قندهار برگبار بسته شد و جان باخت. او از اچکزی های کندهار و از مشهورترین چهره های پرنفوذ کشور به ویژه در حوزه جنوب شناخته می شد. او از بحر نقش برجسته در تامین امنیت کندهار ده ها بار آماج حمله قرار گرفته بود. این رویداد هنگامی رخ داد که جنرال رازق و مقام های دیگر با فرمانده نیروهای خارجی از یک نشست در دفتر والی کندهار بیرون شدند و جنرال میلر فرمانده نیروهای خارجی را همراهی میکردند. رناترین عضو پیشین کمیسیون دفاعی سنا گفت جنرال صاحب عبدالرازق برای حوزه کندهار در برابر دشمن یک کمربند آهنین بود. جنرال صاحب رازق شخصی بود که در مسائل امنیتی میشد رویش حساب کرد. میاگل وسیق آگاه مسائل سیاسی گفت جنرال رازق فرمانده نترس و فرمانده که فقط در برابر دشمنان افغانستان که مانع پیشرفت کشور هستند استادگی داشت. جنرال رازق که بر بنیاد برخی از گزارش ها از نزدیک به 30 سوء قصد و حمله گروهی جان سالم بدر برده بود، پس از چاشت روز پنجشنبه آماج قرار گرفت و جان باخت. او چندین عضو خانواده اش را نیز در خشونت ها از دست داده بود. جنرال رازق در سال 1358 هجری خورشیدی در اولسوالی مرزه اسپین بولدک به جهان آمد. از او 3 همسر، 5 دختر و 7 پسر به جا مانده است. جنرال رازق در سال 1380 هجری خورشیدی در برابر طالبان قرار گرفت و پس از فروپاشی حاکمیت طالبان وی در چارچوب نیروهای امنیتی جا گرفت. نخست او فرمانده یک پاسگاه بود، سپس به فرماندهی پلیس سرحدی در کندهار رسید و پس از آن در سال 2008 میلادی فرمانده پلیس ولایت کندهار شد. در کنار کندهار جنرال عبدالرازق اچکزی عملیات‌های را در اروزگان، هلمند و زابل نیز رهبری کرده بود. جنرال رازق از چهره‌های پرآوازه در کشور بود و موقفگیری های تنده در برابر پاکستان داشت. آقای رازق از چهره های نزدیک به حامد کرزی نیز شناخته می شد. در این حمله جنرال عبدالمومن حسین خیل رئیس امنیت کندهار هم جان باخت. در این رویداد عبدالنبی الهام فرمانده زون پلیس 404 میوان زخم برداشته است. خانواده او می گوید که او اکنون در یکی از شفاخانه های نظامی در کشور بستر است. ترور جنرال رازق چه تأثیر بر توازن قدرت در کابل دارد؟ آیا ترور جنرال عبدالرازق فرمانده قدرتمند پلیس قندهار صرف یک رویداد بود یا رشته به هم پیوسته
که معادله قدرت در کابل را به شدت متاثر می سازد. این ترور وزنه سیاست را به نفع کدام جریان سنگین تر ساخته است؟ جنرال عبدالرازق در سال 2001 توسط حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان به فرماندهی پلیس قندهار گماشته شد و از آن پس در مبارزه با طالبان در قندهار پایتخت امارت اسلامی طالبان موفق شد. شهر قندهار در سالهای اخیر از امنیت نسبی بالای برخوردار شده بود. ساحه نفوذ این جنرال قدرتمند حتی به ولایت‌های همجوار در جنوب افغانستان نیز می‌رسید. عبدالرازق گرایش های سیاسی به شدت جنجالی نیز داشت. به مصابه بازوی قدرت حامد کرزی در قندهار دانسته می شد. او ملا محمد عمر رهبر پیشین طالبان را نیز با ستایش یاد می کرد. با برخی از سران حزب جمعیت اسلامی مانند عطا محمد نور نیز دوستی دیرینه ای داشت. جنرال رازق بارها از دامهای ترور جان سالم بدر برده بود، اما این بار وقت از یک جلسه مشترک امنیتی با جنرال میلر فرمانده امریکایی نیروهای ناتو و والی قندهار بیرون می شد توسط یک محافظ والی کشته شد. طالبان در این خبرنامه مسئولیت این ترور را بر عهده گرفتند و گفتند که محافظ نام برده از عوامل نفوذشان بوده است. کشته شدن جنرال عبدالرازق درست پیش از برگزاری انتخابات پارلمانی وضعیت امنیتی و سیاسی قندهار را دستخوش دگرگونی می کند. انتخابات پارلمانی در قندهار برای یک هفته به تعویق افتاده است. اشرف غنی و جریان‌های رقیبش انتخابات پارلمانی روز شنبه را مهم تلقی کردند. این انتخابات پارلمانی افغانستان برای 5 سال آینده شکل می بخشد و بر آرایش نیروهای سیاسی برای انتخابات ریاست جمهوری در بهار 2019 تأثیر تعیین کننده خواهد داشت. جزایر قدرت. اما مهمترین موضوع ناسازگاری عبدالرازق با اشرف غنی و حکومت وحدت ملی بود. اشرف غنی نیز نسبت به عبدالرازق ناخوشنودی هایش را پنهان نمی کرد. از نظر رئیس جمهور افغانستان جزایر قدرت باید برچیده شوند. در راستای این سیاست او دستور بازداشت برخی از قدرتمندترین فرماندهان محلی را صادر کرده است. گرچه تعریف اشرف غنی از جزایر قدرت و کسانی که شامل این گروه می شوند یک دست نبوده است، بیشتر شامل فرماندهان جهادی شده که بر رقبای سیاسیش نزدیک هستند. اشرف غنی جنرال عبدالرازق را نیز یکی از جزایر قدرت می دانست، با این تفاوت که این جنرال قدرتمند را برکنار نکرد. جنرال عبدالرازق گفته بود که حکومت وحدت ملی انتخابی نیست و جز مردم قندهار هیچ کس نمیتواند او را از مقامش کنار بزند. با گفته ناظران شاید، محبوبیت قدرت و نفوذ این فرمانده در بسیاری از مردم بوده تا باعث شود آقای غنی تا روز مرگ جنرال عبدالرازق نتواند او را از سمتش برکنار کند. اتحاد چپ و مجاهدین، در حالی که متحدان و کارگران اصلی اشرف غنی در ماه‌های اخیر استعفا نمودند، گفته می شود که اشرف غنی در ارگ تنها شده است و نگران شکلگیری جریان‌های رقیب سیاسی است. مهمترین جریان‌های رقیب مجاهدین و چپی‌های سابقند که حول محور جمعیت اسلامی و حامد کرزی رئیس جمهور پیشین گرد هم آمدند و در صدد ایجاد ائتلاف‌های سیاسی برای انتخابات ریاست جمهوری برآمدند. تحول مهم اتحاد نیروهای مجاهدین و چپ است که تا این حد در گذشته پیشینه نداشته است، اما این نیروها با وجود اختلافهای عمیق ایدئولوژیکی، اما از تجربه حکومتداری و نفوذ و شناخت محلی گسترده در افغانستان برخوردار هستند. اشرف غنی از تکنوکرات های
برگشته از غرب است که با وجود حمایت غرب نتوانسته است پایگاه اجتماعی گسترده در میان اقوام و ولایت های افغانستان برای خود به دست آورد. گفته می شود که شکاف های قومی در دوره حکومت اشرف غنی به شدت گسترده شده است که می تواند زمینه ساز منازعات بدی را فراهم سازد. در هفته گذشته کشته شدن عبدالجبار قهرمان نامزد پارلمانی از هلمند که در صدد اتحاد عامیان دکتر نجیب رئیس جمهور چپ‌دست افغانستان بود و کشته شدن جنرال عبدالرازق که از حامیان قدرتمند حامد کرزی بودند و از نی سیاسی رقبا اشرف غنی را در ولایت استراتژیک قندهار به شدت به مخاطره انداخته است. سپاس از اینکه با ما بودید. تا ویدئوی دیگر، بدرود.